سلام، شاید شنیده باشید که یک رشته ای هست جدیدن به اسم علوم اجتماعی محاسباتی یا جامعه شناسی محاسباتی Computational Social Science. قاعدتا سوشال ساینس یا سوسیولوژی از قدیم الایام چیز تعریف شده ای بوده و توی دانشکده علوم انسانی مردم حسابش می پرداخت، ولی طی سالهای گذشته به خاطر وفور دیتا و اینکه ما تونستیم به شیوه‌های مختلف از جوامع انسانی داده تهیه کنیم، این سبب شده که پای روش‌های ریاضی و محاسباتی و تحلیل داده توی علوم اجتماعی هم باز بشه و این اسم یعنی Computational Social Science میتونه به طیف گسترده‌ای از مسائل که ربط پیدا می‌کنن با آدم‌ها اطلاق بشه. حالا من چند تا مثال میزنم براتون برای اینکه آشنا بشید. فرض کنید که شما توی فیزیک یا حالا اونایی که با فیزیک آماری به طور خاص آشنا هستن یاد میگیرید که یک سیستمی داری، سیستم پر از ذره است، مثلا یک پیستونی داری پر از ذرات گازه و این ذرات گاز یه واکنش مثلا ضعیف واندروالز بینشون هست و حالا به خاطر برهمکنش هایی که داخل این پیستون دارن شما میتونید یک سری کمیت های بزرگ مقیاس مثل دما به این ظرف گاز نسبت بدید و مکانیک آماری و فیزیک آماری به شما روش هایی رو معرفی میکنه که در مواجهه با سیستم هایی که اعضای بسیاری دارن بتونید اونها رو مطالعه کنید و به درک بزرگ مقیاسی ازشون برسید. جوامع انسانی هم یک سیستم پیچیده است، به این معنا که از اجزایی ساخته شده مثل انسان‌ها و انسان‌ها با هم برهمکنش می‌کنن و نتیجه این برهمکنش‌ها یک سری نظم و الگو در مقیاس بزرگه. مثلا اینکه چطوری جوامع انسانی به یه سمتی حرکت می‌کنن که یه عده‌ای موافق واکسن باشن، یه عده‌ای مخالف واکسن زدن، یه عده موافق فلان حزب باشن، یه عده مخالفش، چجوری آدم ها رأی میدن، چجوری آدم ها خشم خودشون رو نشون میدن، چجوری آدم ها وارد نظرسنجی ها میشن، آدم ها چه رفتاری در مورد خرید کردن فلان محصول از خودشون نشون میدن و خیلی از این چیز. مثلا فرض کنید که شما وارد یک وبسایتی شدید مثل این فروشگاه های آنلاین و شروع میکنید یه سری گزینه رو امتحان کردن، مثلا دو شرخه فلان، بعد قطعات مرد به دو شرخه، همینطور شروع کنید دیدن و بعد یک هم میبینید که اون وبسایت داره بهتون یه سری پیشنهاد میده که مثلا کلا کاسکت میخوای، دستکش دو چرخه میخوای، قفل دو چرخه میخوای. اینکه ما بتونیم یه الگوریتمی تهیه کنیم که بر اساس اون آدمی که اومده و بر اساس آدمهای دیگهی که ما داده هاشون رو وقتی به این سایت مراجعه کردن جمع کردیم یک ریکامندیشن سیستم اصطلاح هم بسازیم، این میتونه یک نمونه خیلی بدیهی از علوم اجتماعی محاسباتی باشه. تا مثال های پیچیده تر، مثلا فرض کنید که شما میخواین واکنش مردم در قبال واکسن رو ببینید، به این صورت که فرض کنید شما به عنوان یک دولت یک تعداد خاصی واکسن دارید و این واکسن ها رو توزیع میکنید توی جامعه و براتون دو سه تا هدف وجود داره، یکی اینکه مثلا تا 1% خاصی از جامعه رو واکسن بزنید، ولی مثلا نمیخواد که این درصد خاص بره یک گوشه خاصی از شهر قرار بگیرید، دوست دارید که مثلا آدم ها با یه الگوی خاصی واکسینه بشن، مثلا 4 تا اینجا، 3 تا اونجا، 5 تا توی اون بخش از جامعه، 10 تا توی فلان منطقه و این چیزها. برای همین براتون سوال پیش میاد که من چطوری میتونم مدیریت کنم که مردم از چه قشرهایی دارن واکسن رو اصطلاحاً اداپت میکنن یا میپذیرن. خب این کار مثلا چندان سختی نیست، به این شکل که اگر شما وزارت بهداشت یا اون سازوکاری که تهیه کردید اطلاعات آماری آدم ها رو ازشون بگیره، بعدا میتونید ببینید که مثلا چند درصد از چه قشری، از چه جامعه ای، از چه سنی، چه جنسیتی، چه شغلی واکسن ها رو گرفتن. یا مسئله خیلی جالب تر این که فرض کنید شما به این سوال میرسید که آیا کووید همه مردم رو به یک اندازه آلوده میکنه، به یک اندازه آدم ها مبتلا میشن؟
چون به نظر میرسه کووید نه رنگ پوست میشناسه، نه اوضاع مالی براش مهمه یا چیزی. ولی تحقیقات نشون میده که وقتی بیماری ها میان، مسئله فقط یک مسئله بیولوژیک یا یک مسئله اپیدمیولوژی در برهمکنش فرد با فرد نیست، مسئله اجتماعیه. اینکه جوامع میتونن رفتارهای جمعی از خودشون نشون بدن که یک بخش هایی از یک بخش های دیگه ایمنتر باشه. مثلا آدمایی که پول دارن میتونن کمتر برن سر کار، کمتر از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنن، کمتر درگیر این باشن که اصلا حضوری برن جایی، همه چیزا میتونن خونه آنلاین سفارش بدن و شغلشون ایجاب میکنه که اصلا از این شهر برن یه دهکده دور افتاده و با خیال راحت توی ویلاشون مثلا زندگی کنن. به همین خاطر میشه دید که الگوهای رشد بیماری و الگوهای پخش بیماری مثل کووید توی جوامع همبستگی داره با اوضاع اقتصادی. یا مثلا یه تحقیقی انجام دادن و نشون دادن که توی مناطقی توی فرانسه که مردم مرفه ترن، استفاده از موبایل تلفن همراه در شب کمتره تا جوامعی که فقیر ترن. یعنی گویا یک همبستگی جدی وجود داره بین سطح رفاه مردم و اینکه شبشون رو چطوری میگذرونن و چقدر وقتشون رو توی سوشال مدیا مثل اینستاگرام یا اینجور چیزا میگذرونن. یا مثلا فرض کنید که شما به عنوان یک دولت میخواید یک هزینه کنید و کتابخونه بسازید. اینکه مکان مناسب اون کتابخونه کجا باشه سوالی که میتونه علوم اجتماعی محاسباتی بهش جواب بده. یا فرض کنید سوال‌هایی مثل اینکه برای اینکه حمل و نقلتون توی شهر بهتر بشه، آیا نیازه که خیابون جدید تأسیس بشه، یه بزرگراه ایجاد کنیم، یا اینکه نه بیایم مثلا حمل و نقل فلان منطقه رو بهتر کنیم. یا سوال ساده‌تر اینه که ترافیکی که توی همت هست چه ربطی داره مثلا به ترافیک یه جای دیگه شهر؟ آیا اگه پارکوی مثلا یک ساعت بسته بشه، آیا بقیه جای شهر توی تهران با همون اندازه‌ای که توی پارکوی وقفه ایجاد شده اونجا هم وقفه ایجاد میشه، یا اینکه نه این میتونه سبب چیزهای بزرگتری بشه؟ همه اینها مسائلی که مربوط به رفتار انسان در مواجهه با یک مسئله هستن میتونه در علوم اجتماعی محاسباتی قرار بگیره. حالا بهترین و راحت ترین کار برای علوم اجتماعی محاسباتی مطالعه پلتفرم هاست، مثل توییتر، مثل اینستاگرام و اینجور جاها، مثل ردیت، جاهایی که داده زیادی ما از مردم داریم و میدونیم که مردم چجوری فعالیت کردن، کیو ریتویت کرده، کی چه هشتگی زده و ما میتونیم خیلی زیادی داده جمع کنیم و چون زیاده این داده تحلیل های عددی و محاسباتی خوبی کنیم. برای همین امروز ما داده زیاد داریم و روش های ریاضی که الهام گرفته شدن از فیزیک و سایر علوم محاسباتی و این دوتا رو میتونیم کنار هم بذاریم و به درک بهتری از جوامع انسانی برسیم، بتونیم بهتر پیش بینی کنیم انتخابات کدوم سمت میره، یا بتونن دولت های دشمن توی یک کشور دیگه سعی کنن که فضای عمومی رو جوری ملتهب کنن که انتخابات به یک سمت خاصی بره، یا مثلا تبلیغات علیه یه فیلم یا به نفع یه فیلم چطوری پیش بره با مدیریت افکار عمومی، با اینکه چه جوری ما بتونیم توی مثلا توییتر یه موجی را بندازیم و یه سری بات درست کنیم که آدم هم نیستن ولی این آدم ها یک تبلیغاتی رو شروع کنن که این تبلیغاتی بعدم بره توی سپهر عمومی و کاملا گسترش پیدا کنه. مثلا فرض کنید که فیلم اوپنهایمر و باربی همزمان اینها کمپینای تبلیغاتی جدی داشتن و میخواستن به همدیگه کمک کنن که مردم جفت این فیلم رو برن سینما و ببینن. چطوری میتونید توییت کنید؟ در چه ساعتی؟ با چه الگویی؟ چه چیزایی به مردم نشون بدید که این اتفاق بیفته؟ اینا بخشی از علوم اجتماعی محاسباتی. حالا اتفاق مهم اینه که علوم اجتماعی محاسباتی از علوم پایه میشه وارد شد، مثل فیزیک، ریاضی، کامپیوتر ساینس،
تا از اون طرف مثلا سمت علوم اجتماعی بیاید و بسا بین که از چه سمتی شروع کنید قاعدتا باید مهارت‌های متفاوتی رو در ادامه مسیر یاد بگیرید. ما مفصل توی یک لایو خیلی طولانی با بچه‌هایی که سیستم‌های پیچیده علم شبکه و علم داده کار می‌کنن راجع به علوم اجتماعی محاسباتی حرف زدیم، ولی به طور خلاصه دست کم شما یک سری ابزار محاسباتی نیاز دارید. ابزار محاسباتی یک بخشش میشه دانش‌های اولیه‌ای از ریاضی، آمار و از اون طرف روش‌هایی که کد بزنید. مثلا باید کد زدن توی پایتون رو خیلی خوب بدونید. کار با داده، مخصوصاً اگر دارید با یه داده خیلی بزرگ کار میکنید، جوری که باید داده رو جمع و جور کنید و یاد بگیرید. و بسته به اینکه مسئلتون توی چه کانتکسیه، توی چه موضوعیه، باید یک سری دانش ابتدایی از اون موضوع رو بدونید. مثلا اگر میخواید تحلیل کنید که مردم چرا فلان ژانر از سینما رو وقتی دوست دارن که نمودار عاطفی اون فیلم این شکلیه، باید یک بخش زیادی از تاریخ سینما رو بدونید و واکنش مردم و اینکه چرا اونجا هم توی فلان کشور اینجوری ساخته شده. خلاصه چیزهای مختلف، اینا فقط یه سری مثاله که من همینجوری گفتم. این نکته خیلی بامزه ولی وجود داره و شاید برای خیلی از آدمایی که توی این حوزه هستن فضا رو عجیب کنه. ببینید توی علم ما نیاز به پول داریم و بودجه ها باید باشن تا ما بتونیم تحقیق کنیم. خیلی ساده است. مثلا توی فیزیک بنیادی ما نیاز داریم که پول زیادی بره خرج یک چیز گندهی مثل سرن بشه، اما بتونیم شتاب دهنده بزرگ بسازیم تا یک سری از قوانین بنیادی فیزیک رو مثلا راستی آزمایی کنیم، یه ذره جدیدی کشف کنیم یا هر چیز. و این نیاز داره به همکاری کشورها، دولت‌های مختلف. اینجوری نیست که توی این پروژه ها هر دولتی برای خودش بره تو کشور خودش، هر گروهی یه شتاب دهنده بسازه. بعضی از آزمایش های فیزیک مثل لایگو، مثل کاری که توی سرن انجام میشه، اینها نیاز دارن که تیم های مختلف با بودجه های کلان دست به دست هم بدن تا علمو پیش ببره. علوم اجتماعی محاسباتی اما اینطوری شروع نشد. علوم اجتماعی محاسبات اینجوری بود که گروه های کوچیک بسته به داده هایی که از جاهای مختلف جمع می کردن کارهای جالبی می کردن و تا همین چند سال پیش دسترسی به داده و تقریبا دسترسی به API، یعنی اینکه شما بتونید از توییتر بخواید که یه دیتای فلان شکلی رو بهتون بده، یا مثلا بخواید از یک کسب و کار آنلاین بخواید که فلان داده ها رو مثلا بهتون بده، یا از فلان کمپانی خاص بگید که فلان داداتون رو به ما بدید ما براشون یه تحلیلی کنیم. این آسون بود، خیلی از اوقات رایگان بود، خیلی از اوقات با یه ایمیل و یا یه درخواست یا یه پول خیلی کمی مردم میتونستن داده ها رو تهیه کنن. اما همینطور که زمان گذشته، توی این 4-5 سال گذشته، داده تبدیل شده به یه کالای خیلی خیلی مهم. به همین خاطر یک قیمت گذاری عجیبی در فروش داده داره اتفاق میفته و دیگه گروه های کوچیک نمیتونن راحت داده بخرن. یعنی اکثر شرکت ها اولا دیگه داده رو رایگان نمیدن به کسی، وقتی هم میخوان بفروشن پول زیادی درخواست میکنن، به این خاطر که الان دیگه فقط مسئله پژوهش نیست، کمپانی های دیگه میان از شما داده میخرن برای اینکه روی داده شما بتونن محصول متناسب شما رو به شما بفروشن و قاعدتا کمپانی ها پول بیشتری دارن، سرمایه گذاری بیشتری میکنن روی این حوزه و به همین خاطر دسترسی دانشگاهی ها روز به روز داره کوتاه‌تر و سخت‌تر میشه به داده هایی که قدیم با یه ایمیل در دسترس بود. به همین خاطر علوم اجتماعی محاسباتی به عنوان یه علم نوظهور با اینکه تونست خیلی راحت وارد عرصه بشه و شروع کنه و دستاوردهای جالبی پیدا کنه، الان داره وارد یک مسیر کاملا متفاوتی میشه. مسیری که مثل پروژه لایگو نیاز داره که دولت‌ها جمع بشن، پول بذارن رو هم تا بشه داده رو خرید. دیگه این روزا نمیشه راحت از گوگل یا متا رفت داده گرفت، به این خاطر که اینها داده‌هاشون رو نمیفروشند، نه اگرم بفروشن به قیمتی میفروشن که مثلا یک دانشگاه خاص بتونه بخره.
برای همین الان یک زمانی داره میرسه که کم کم دولت‌های بزرگ مجبور بشن همونجور که سرن رو بردن جلو، پروژه بزرگ رو بردن جلو، جمع بشن پول بذارن رو هم، ساختارها و قوانینی رو ایجاد کنن، مخصوصا مثلا یه چیزی مثل اتحادیه اروپا قوانینی ایجاد کنه که چطوری چه حقوقی وجود داره راجع به جمع کردن دیتا و حق خرید و فروش و هر چیز. و این اتفاق بامزه، ترسناک و در عین حال جالبی میتونه باشه که یک علم به این تازگی یک هو تغییر شکل اینقدر اساسی بده از لحاظ برهمکنشش با بازار. این معنیش اینه که احتمالاً شما اگر در آینده بخواید وارد این حوزه ها بشید، باید عضو هر چقدر عضو تیم های بزرگتری باشید، شانس دسترسی به داداتون بیشتره. و حداقل من توی این چند سال پژوهشی که داشتم همیشه دیدم که خیلی از اوقات مثل قدیما، که داستان اینجوریه که قدیما مثلا توی فیزیک تجربی یه گروهی یا یک دانشگاه یا آزمایشگاه خیلی خاص دارن و اون آزمایشگاه هیچ نمونه دیگه ای نداره، برای همین هر نتیجه‌ای که اینها منتشر کنن همه جای دنیا مردم مجبورن به داده های اینا ارجاع بدن و خودشون هم نمیتونن اون کار رو انجام بدن. برای همین اون آزمایشگاه و اون قطعات، اون زیرساخت خاصی که یک دانشگاه یک گروه پژوهشی داشت، سبب میشد که در طول زمان اعتبار زیادی کسب کنن و این نابرابری هم ایجاد میکنه، چون مثلا پولدار بودن تونستن این کارو بکنن یا دسترسی داشتن. مثلا ما توی ایران خیلی از آزمایشگاه های تجربیمون به خاطر تحریم کلن نمیتونه ایجاد بشه و این اتفاق عجیب غریبی بود. یعنی مثلا میدیدید یه آدمی میره توی گروه خیلی خاص توی فیزیک تجربی و یک کلی مقاله مینویسه، کلی معروف میشه، کلی ارجاعات میگیره و بعد از اون گروه خارج میشه و بعد میبینید که دیگه اونقدر نمیتونه مقاله بنویسه یا نتایج جالب پیدا کنه. این معنیش این نیست که اون آدم کیفیت کارش کم شده یا اون آدم مسیر پژوهشیشو عوض کرده. مسئله اینه که دسترسی نداره دیگه به اون چیزی که اینقدر خفن بوده. و الان یه اتفاق سر داده افتاده، یعنی یک سری داده رو یک سری گروه های پژوهشی میخرن میارن تو گروهشون و اینو نمیتونن به همه هم به رایگان بدن. برای همین اینی که شما توی چه گروهی میری ممکنه خیلی برای مسیر پژوهشیتون و آینده شغلیتون هم اثرگذار باشه، چون شما یه وارد گروهی میشید که یک دیتاست فوق العاده دارن و شما میتونید هر آنالیزی که بخواید بکنید رو سریع توی مجله خیلی خوب منتشر کنید، به خاطر اینکه شما یک چیزی دارید که بقیه نداره. و علم داده و تمام مسائلی که محاسباتیان روز به روز دارن این شکلی میشن که از وجود داده خوب، وجود تیم‌هایی که داده‌ها رو خوب جمع‌آوری و تحلیل کنه، بیشتر منفعت کسب می‌کنه. و برای اونهایی که توی مقاطعی هستید که به فکر آینده شغلیتونید یا میخواهید دکترا برید یک کشور دیگه یا یک تیم دیگه، خیلی خوبه که به این دقت کنید که فردی که مسئول شما، سوپروایزر شماست، چقدر سواد داره، چقدر کار فنی کرده، چقدر همکار داره و منابعی که بهش دسترسی داره چیه. اگر من بیام تو فلان گروه پژوهشی، اینا چه داده هایی دارن، اینها چه دسترسی هایی میتونن به من بدن. مثلا شما فرض کنید که میخواید یک مسئله راجع به اپیدمی رو بررسی کنید و بعد هیچ دیتایی ندارید، هیچ دیتایی که بتونید باهاش کار کنید، اون موقع مجبورید کار تئوری فقط انجام بدید. و این روزها کار تئوری نه اینکه بی ارزش باشه، ولی خب چون همه میتونن انجامش بدن، رقابت توش خیلی بیشتره و اینکه خیلی از اوقات بدون داده کار کردن هم خیلی سخته و ما نمیدونیم که باید کدوم سمتی حرکت. خلاصه این بود قصه علوم اجتماعی محاسباتی و چالش ها و امیدهایی که به این حوزه هست. ما قبل ترها با آدم ها راجع به فیزیک تجربی و تمام گرایش های فیزیک مفصل صحبت کردیم، میتونید برید ویدیوهای قبلی ما رو ببینید و اونجا قشنگ حس کنید که فیزیک تجربی چقدر نیاز داره به آزمایشگاه خوب. و الان فیزیک محاسباتی یا علوم اجتماعی محاسباتی همون وضع داره پیدا میکنه، با این تفاوت که قیمت داده
توی چند سال اخیر به صورت نمایی رشد کرد. خوب و خوش باشید. خدا نگهدار.